مؤسسه اقتصاد و صلح در تازه ترین گزارش خود میگوید که مرگ و میر ناشی از تروریسم در افغانستان کاهش 80% و کاهش 81% را شاهد بوده است. بر بنیاد این گزارش، تعداد تلفات ناشی از تروریسم در افغانستان در سال گذشته میلادی بیش از 500 تن گفته شده که کاهش 81% را نشان داده است. در همین حال، در بخش دیگر از یافته های این گزارش، مرگ و میر ناشی از تروریسم در جهان اما 22% افزایش را نشان می دهد. گفتنی است که برای نخستین بار است که کشور غیر از افغانستان و عراق در صدر مرگ و میر ناشی از تروریسم را به خود اختصاص داده است. ادعای تازه مؤسسه اقتصاد صلح جهان در مورد افغانستان. 11 گزارش تازه شاخص جهانی تروریسم را مؤسسه اقتصاد صلح به نشر سپرده است که نشان دهنده کاهش 81% مرگ و میر ناشی از تروریسم را در افغانستان نشان داده است. مرگ و میر ناشی از تروریسم در افغانستان در سال 2023 به 519 تن کاهش یافته و مرگ و میر ناشی از تروریسم در افغانستان کاهش 81% را شاهد بوده است. در این گزارش اما قضیه مرگ و میر ناشی از تروریسم در جهان روایت دیگری دارد که نشان دهنده 22% افزایش مرگ و میر ناشی از تروریسم در جهان را نشان می‌دهد. مجموع مرگ و میر ناشی از تروریسم در سال 2023 با 22% افزایش به 8352 تن رسیده که اکنون به بالاترین میزان خود از سال 2017 در جهان است. باید گفته شود که این یک خبر بسیار نیک است برای مردم افغانستان، به دلیل از اینکه در دوران جمهوریت متاسفانه ما شاهد حملات انتحاری و انفجاری از طرف طالب ها و بعضی گروه های دیگه که امروز در افغانستان هستند و جهان ادعا داره که اونا در افغانستان فعال هستند، مانند القاعده و تی تی پی و غیره، گروه ها در مقابل نظام جمهوریت و نیروهای ایالات متحده امریکا و متحدینشان، ما شاهد حملات روزمره انتحاری، انفجاری و بمبگذاری و غیره مسائل بودیم. گفتنی است که مرگ و میر ناشی از تروریسم در بورکینافاسو در سال 2023 میلادی با 68% افزایش در رده اول قرار گرفته است، جایی که در 13 سال گذشته به افغانستان و عراق اختصاص یافته بود.